استقرار کردن پناهندگان. دولت شرایط سختی در مورد اینکه پناهندگان در کجا می توانند زندگی کنند اعمال خواهد کرد. دولت می خواهد که پناهندگان در مکانهایی که پیش از 30% مهاجر در آنجا زندگی می کنند مستقر نشوند. برای اسلو که بیشتر مهاجر را دارد، این پیشنهاد به این معنی است که پناهندگان جایی در این مناطق مسکن نمی گیرند. پناهندگان باید در مناطقی که در آنها تعداد مهاجران کمتری زندگی می کنند مسکن بگیرند. در شرق اسلو از این پیشنهاد استقبال می کنند. در گرودالین در اسلو بیشتر تعداد مهاجر در نروژ زندگی می کنند. با قانون جدید دولت، پناهندگان جدید دیگر نمی‌توانند در آنجا مسکن بگیرند. در ایستگاه فریسه تمام کسانی که با ما صحبت کردند نظر مثبتی در این مورد داشتند. فرهنگ‌های مختلف محیط بهتر و تجربیات بهتری را فراهم می‌کند. من فکر می‌کنم این خوب است، چرا که با توزیع مردم به مکان‌های مختلف باعث ادغام بهتر آنها می‌شویم. اما در عین حال بسیاری از افراد در مرحله ابتدایی میخوام که با کسانی که همفرهنگ آنها هستند یک جا باشند. این برای آنها خوب است، چرا که فقط خارجی ها در یک مکان زندگی میکنند، آن وقت دیگر با فرهنگ نروژی آشنا نمیشوند. دولت یک استراتژی جدید برای ادغام در جامعه دارد. از سال 2019 به بعد وزارت معیار جدید را برای اسکان شدن را تعیین میکنند. آنها تأکید زیادی بر توانایی‌های شهروندی‌ها بر ادغام شدن و فرصت شغلی ایجاد کردن دارند. و پناهندگان در مکان‌هایی که در آنجا پیش از 30% مهاجر زندگی می‌کنند، اسکان داده نخواهند شد. مهم این است که کسانی که در نروژ زندگی می‌کنند، بخشی از جامعه کوچک و بزرگ شوند. نروژی صحبت کنند و به کار بروند. پس درست نمی‌باشد که آنها را در مناطقی که از این پیش بسیار مهاجرین در آنجا زندگی می‌کنند، اسکان دهیم. همچنین در برگه مناطقی با 30% مهاجر وجود دارد. او در شهرواری کار میکند و معمار جدید نظر او جالب نیست. مثل اگر زدن به دروازه باز میماند. از اونجایی که ما یک هیئت مدیره شهری و یک شورای شهر داریم، این موارد برای ما مهم است. ما میخواهیم برگه یک جامعه خوب برای همه باشد. برای اسلو به این معنی است که پناهندگان در مکانهایی که در آن تعداد کم مهاجر زندگی میکنند اسکان داده میشوند. همانند اینجا در ویدنر. من فکر میکنم این به نظر عادلانه میآید. اگر قرار است مردم ادغام شود، باید کمی با محیطهای مختلف تشتر آشنا گردند و خوی بگیرند. به در مکانهایی که هموطنان آنها هستند اسکان داده نشوند.